با درود به شما بیننده های گرامی، در حاشیه ورزش هفته گذشته مهمترین ماجرا محرومیت چندین باره ایران در میزبانی جام ملت های آسیا در رشته فوتبال بود. این خبری بود که چندان با شگفتی هم همراه نبود. چند روز قبلش سپ بلاتر رئیس فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال هشدار داد که باید ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه‌ها به پایان برسه. شاید یکی دو روز نگذشت که رسما اعلام شد امارات میزبان این بازی‌ها شده در سال 2019. این در حالیه که امارات در 1996 میزبان این مسابقه ها شد و ایران آخرین باری که میزبان شد در 1976 بود و چند سال قبل از انقلاب. به هر حال مسئله ایه که همونطور که هشدار سپلاتر هم آشکارا مشخص میکرد، مسئله ورود بانوان به ورزشگاه هاست که با ممنوعیت عجیبی روبروه. و در برابر هشدار رئیس فیفا، علی کفاشیان رئیس فدراسیون همون حرف قدیمی رو زد که ورود خانم های خارجی آزاده، مسئله ای که توهین مستقیم به خانم های ایرانیه. خانم عرب آمیری به عنوان مسئول بانوان در فدراسیون فوتبال هم جمله کلیشه‌ای همیشگی رو به کار برد که باید قبلش فرهنگسازی بشه. یک فرهنگسازی که با به وجود آمدن انقلاب اسلامی در ایران صحبتش شروع شده و در حال حاضر هم همچنان ادامه داره و همچنان در همه زمینه ها از جمله ورزش حرکتی رو به عقب داره. مسئله دیگه که خیلی در فوتبال عجیب بود و شاید کمتر از اون حدی که مهم بود بازتابی نداشت، کنارگیری باشگاه سیاه‌چاومگان مشهد از لیگ یک فوتبال ایران بود، به طوری که خبرگزاری ایسنا نوشت در بیانیه که دادن اینا ادعا کردند که در دفاع از اسلام و توهین به قرآن از لیگ یک کنار میرن، به دلیل اینکه وقتی که مدیر عامل این باشگاه در کرمانشاه مشغول خوندن قرآن بوده مورد حمله قرار میگیره. و البته نوشتن آدم هایی که اصلشون هم از خود مشهد بوده و به قرآن توهین شده. و در اون زمینه هم نوشته بودن که اگر این حادثه جای دیگه اتفاق می افتاد همه می آمدن بیرون و اعتراض می کردن و همه جا رو با آتش می کشیدن، ولی در این مورد این کار نکردن. حالا اینکه این آقای مدیر عامل برای چه قرآن داشته می خونده و این قرآن شتا مورد توجه اون دشمنای ایشون قرار گرفته و دشمنای اسلام به قول این باشگاه و بهش حمله کردن و هیچ واکنشی هم ولی حمله نبوده، فقط قرآن رو پاره کردن، اینا همش جای سوال داره که انگار یک سلاحی شده برای فرار از خیلی واقعیت ها. و ماجرایی که باید خیلی گذرا ازش بگذرن، برای دومین بار و شاید برای آخرین بار مزایده دو تیم باشگاه پرطرفدار باشگاه‌های پرسپولیس استقلال لغو شد. این که میگم آخرین بار چون ممکنه به همون قضیه‌ای باشه یا که متأسفانه گفته شد این با دو باشگاه رو بخوان اصلا تعطیلش کنن و یا اینکه یکی از خود آقایون بیاد و این باشگاه دو باشگاه پرقیمت از نظر محتوا و یا نه از نظر بدهی بدهیشون میلیاردها تومان شده الان بیاد و بگیره و بلکه حداقل طرفداران این تیم و بازیکنان نجات پیدا کنن که بعد از باشگاه‌های بانک ملی و الان در یک قدمیش راهن و خیلی باشگاه‌های قبلی ایران که هر کدوم اعتباری داشتن شاهین اینا نابود شدن، شاید نابودی پرسپولیس و استقلال نباشیم. تا هفته آینده شما رو به خدا میسپرم و پیشا پیش نوروز باستانی رو به همه ایرانیان و فارسی زبانان تهنیت میدم.